سلام به همگی، میسیز ریپورتر هستم. لطفاً امروز هم ما رو بشنوید و همراه ما باشید. قبل از هر چیزی لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. امروز براتون خبر داریم. چه خبری؟ امروز می‌خوایم راجع به ترفند دختر جوان برای ازدواج با پسر پولدار با شما صحبت کنیم. لطفاً ما رو بشنوید و خبر امروزمون رو کلی بیشتر تر بشنوید. سابسکرایبمون کنید، یادتون نره. دوستتون داریم. عروس جوان که در جلسه خواستگاری قول داده بود به تمام نظرات پسر کارخانه دار ثروتمند عمل کنه، پس از مراسم عقد و ثبت مهریه 1370 سکه طلا رویش را عوض کرد. چند ماه بعد وقتی داماد جوان سرگرم تدارک برای آغاز زندگی مشترکشان بود، احضاریه ای از دادگاه خانواده به دستش رسید که نشون میداد نوعروس مهریه طلاییش رو به اجرا گذاشته. داماد که اسمش مهرداد بود باور نمی کرد که در 27 سالگی پا به دادگاه خانواده بگذاریم. اما در هر صورت این اتفاق افتاده و پیش از برگزاری مراسم جشن و شروع زندگی مشترک، عروس رو در روی همسرش قرار گرفته بود. داماد در یکی از روزهای گرم تابستان به شعبه 244 مجتمع قضایی ونک اومده بود تا از پرونده‌ای که نوعروس براش تدارک دیده بود آگاه بشه. قاضی محمود سعادت مشغول بررسی چند پرونده طلاق توافقی بود که از مرد جوان پرسید چه اتفاقی افتاده که همسرتون مهریش رو مطالبه کرده. مهرداد آهی کشید و پاسخ داد خودمم نمیدونم چه کار بدی کردم، اما فکر میکنم از وقتی که از مسافرت ایتالیا برگشتیم شروع به بهانه گیری کرد. قاضی در سکوت اتاق به مرد جوان نگاه میکرد و معلوم بود که جواب صحیح رو نگرفته. با این حال مهرداد لحظه‌ای به فکر فرو رفت و ادامه داد راستش پدرم یه مرد کارخونه داره که اعتقادات مذهبی قوی داره و ما رو هم همینطور تربیت کرده. یه روز که با هم برای خرید ماشین ظرفشویی به فروشگاه یکی از دوستان قدیمیش رفته بودیم، بعد از خرید دیدم که پدرم با او پچ پچ میکنه. در مسیر برگشت پدرم خبر داد که دوستش یه دختر از بستگانش معرفی کرده که تحصیل کرده و زیباست. وقتی که مادر و خواهرم این موضوع رو شنیدن، فردای همون روز به بهانه‌ای به خانه اونها رفتن تا باران رو ببینن. اونا به قدری ذوق زده شدن که برای هفته بعد قرار خواستگاری گذاشتن. وقتی که به خواستگاری رفتیم، به نظر می اومد که وضع مالی و سطح خانوادگی اونا به ما نزدیک باشه. اما مهمتر از اون این بود که آداب و عرف رو رعایت می کردن. با این حال اجازه خواستم با عروس خانم به تنهایی حرف بزنم. ساعتی با هم حرف زدیم، اما رفتار باران به نظرم مشکوک اومد، چون هر چه می گفتم تأکید می کرد که با نظرم موافقه. با این حال دو جلسه دیگه به خونهشون رفتیم و هر بار تا 3 ساعت حرف زدیم و حتی در حضور پدر و مادرش نظرات و اعتقاداتم رو بیان کردم. مثلا گفتم که پوشیده بودن همسرم، آرایش نکردن در انظار عمومی، حضور نداشتن در جمع‌های مختلف، دست ندادن با نامحرم و اینطور مسائل برام مهمه. اونا هم موافقت کردن و حتی پدر باران گفت که از داشتن دامادی مثل من خوشحاله. بدین ترتیب با همه نظراتم موافقت کردن و گفتن حرف شماست. تنها موردی که روی اون اصرار داشتن مهریه‌ای به تعداد سالهای تولد دخترشون. البته پدرم مخالف تعیین مهریه 1370 سکه‌ای بود، اما من اجازه خواستم درباره این یک مورد کوتاه بیاد. شده که با خودم فکر میکردم دختر مورد علاقم رو پیدا کردم. دختری زیبا، تحصیل کرده، خانواده دار و مطیع که به نظرم چشم داشتی به مال پدرم نداشت. قاضی با دقت به حرفای مرد جوان گوش میداد. حرفش رو قطع کرد و پرسید پس چی شد که کارتون به دادگاه رسید؟ اونم به این زودی.
داماد جوان پاسخ داد: راستش ما به سرعت جشن نامزدی رو برگزار کردیم و یک ماه بعد از اون هم عقد کردیم. ما اونقدر درگیر مراسم جشن و تدارکات عروسی شده بودیم که متوجه گذشت زمان نشدیم. حتی من و همسرم فقط چند بار برای خرید و کارهای مربوط به مراسم عقد همدیگر رو دیدیم. با این حال بعد از مراسم عقد به یه سفر اروپایی رفتیم و بعد از اون مهمونی‌های فامیلی و دوستانه شروع شد و فهمیدم همسرم گاهی سیگار میکشه و علاقه زیادی به جلب توجه در مهمانی ها داره. او آرایش غلیظی میکرد و لباسهای نامناسب میپوشید. چند بار دوستانه خواهش کردم به نظر و اعتقادات من هم احترام بگذارید، اما نگوش نکرد. نه تنها گوش نکرد، بلکه اعتراف کرد که گاهی مواد مخدرم مصرف میکنه. بعد از اون دچار ناراحتی عصبی شدم و یکی دو هفته از او دوری کردم. شاید به خودش بیاد، اما اهمیتی نداد و من هم برای اینکه پدرم متوجه اختلاف ما نشه سعی کردم با مراجعه به مشاوران متخصص باران رو معتقد به ارزش‌های معنوی کنم. اما او به مشاوران گفت قرار نیست با مقررات خانه پدرش زندگی کنه. از طرف دیگه فکر میکرده میتونه من رو هم مثل خودش کنه. چند روز بعد هم بهونه پیدا کرد و در خونه پدرش دعوایی رو انداخت که ناچار شدم اون رو تهدید به طلاق کنم. اما مدتی پس از این ماجرا برگه احضاریه دادگاه به دستم رسید که نشون میداد باران مهریش رو قبل از شروع زندگی مشترکمون به اجرا گذاشته و حالا نمیدونم چی کار کنم. نه راهی پیش دارم و نه راهی پس. نه دلم میخواد پدرم دل شکسته بشه و نه علاقهی به زندگی با چنین دختری دارم. برای 150 میلیون تومان خرج جشن نامزدی و مراسم عقد، مسافرت خارجی، خرید جواهرات و لباس‌های مارکدار کردم و حالا باید اینطوری جواب خوبی‌هام رو بده؟ قاضی نگاهی به ساعت دیواری انداخت و گفت: به هر حال مهریه حق قانونی زوج هست، اما بهتره از بزرگترها و مشاوران دیگری هم کمک بگیرید تا زندگیتون قبل از شروع خراب نشه. سپس تاکید کرد که در وقت رسیدگی با شنیدن حرفای هر دو طرف رأی لازم رو صادر خواهد کرد. مهداد در حال خارج شدن از دادگاه بود که زنی وارد دادگاه شد. زن جوان از خرجی ندادن شوهر خسیسش گلایه داشت و میخواست مهریش رو هر طور شده بگیره. مهداد لبخند تلخی زد، سرش رو تکون داد و بیرون رفت. خب عزیزان دلم، اینم یه خبری بود که میخواستیم به سمع و نظر شما عزیزانم برسیم. خیلی ممنون که امروزم با ما همراه بودید و همراه شدید. آرزوی خوشبختی برای همه دختر و پسرهای جوان داریم. الهی اتفاقات خوب برای همه بیفته. کلی دوستتون داریم. لطفا ما رو سابسکرایب کنید، توی یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم همراه ما باشید. برامون کامنت بذارین، بهمون انگیزه بدین. اصلا شما بگین که دوست دارین راجب چه خبرهایی براتون، راجب چه موضوعاتی براتون خبر بخونم. کلی دوستتون داریم. مراقب تک تک لحظه هاتون باشین و از تک تک لحظه هاتون لذت ببرین. ما رو سابسکرایب کنید تا خبرهای بعد بدرود. سلام به همگی، میسیز ریپورتر هستم.